سلام رفقا، امیدوارم که حالتون عالی عالی باشه. توی این ویدیو میخوام بهتون چند تا نکته اساسیات بدم که متوجه بشین چوبی که دارین خشکه، خشک نیست، رطوبت داره، میتونین ازش استفاده کنین، نمیتونین ازش استفاده کنین، باید بخوابه و از این قبیل جریاناتی که توی دایرکت خیلی 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 سوال بوده تا الان. همین اول کار این ویدیو رو لایک کن، همین الان بکوب دکمه لایک رو و توی کامنت ها برام راهکاری که خودت برای تشخیص چوب خشک از چوب مرطوب انجام میدی و میدونی رو حتما با ما به اشتراک بذار که هم من هم بچه ها استفاده کنن، چون 100% تجربیات هر کس فرق داره و مفیده. میریم سراغ اولین راه و ساده ترین راه، ضربه چکش. این الان چوبش خشکه، گوش بده. متوجه صداش شدی؟ بیشتر برای توضیح میدم. این چوبش تره، گوش بده. ببین محکمم بزنم صداش بمه گرفته است. میبینی؟ حالا اینو گوش بده، صداش رسای جیغ قشنگ. وقتی چوب خشک باشه این قسمت، یعنی بالای چوب ضربه بزنی پایین چوب هم صداش پخش میشه، ولی میبینی؟ بم قشنگ صداش. یکی از راههایی که میتونیم بفهمین ضربه چکش روی چوبه، که حالا یه مقدار تجربت باید بیشتر باشه، یعنی از نظر شنوایی. همونطوری که خیلی ها با بوی چوب میتونن چوب رو شناسایی کنن، با صدای چوب هم خیلی راحت میشه بفهمی که این چوب خیلی رطوبت داره. این چوب یعنی الان با این شرایط راحت 7-8 ماه دیگه کار داره که من بخوام برش کنم، ولی این میبینی همین الان قابل استفاده است. میریم سراغ موضوع بعدی، با ار فلکه چوب ساب، خلاصه چوبو بتراشی مقداریشو، ازش پوشال بگیر، گازور بزن، مته بزن، با عمود بر ببر، با ار فلکه ببر، دیگه چی بگم، با چوب ساب برش بزن، ازش پوشال بگیر. میبینی این الان دقیقا پوشال این چوبه. از نزدیک اگر ببینیم، من با فلکه برش برش کردم، این چوب خشکم با فلکه حدود 2 سانتیشو برش برش کردم که ازش بتونم خاکره بگیرم. حالا این خاکره، این چوب خیس است. اگه توجه کنین چوبی که خیس باشه مثل این گرد و خاکی نمیده خاکرهشو، میاد به صورت پوشالای فرفری خیلی ریز. حالا یه مدل دیگه که میشه بفهمی اینه که شالشو بگیر فشار بده، میبینی تکونش بده، این یعنی خیس. این پوشال خمیری وقتی میاد به هم دیگه میچسبه با فشار دست، این یعنی خیس، یعنی خیلی کار داره تا چوب خوش بشه. میبینی این دیگه خیلی خیسه. حالا ببین چوبی که خشکه، من با فلکه برش برشش کردم، همونطوری که گفتم میتونی شما با چوب سابم بتراشین تا به این مرحله برسین. ببین فشار که دادی تکون بده، فشار بده قشنگ محکم تکون بده، میبینی پودره، یعنی کاملا خاک. این یعنی دیگه خشک. یه راه دیگه که میتونی از همین پوشال بفهمی صداشه. حالا من اونا رو که قاطی کردم اشکال نداره، ولی صدای خاکره چوبی که خشکه میبینی؟ حالا این موتوری همه داره اینجا گاز میده نمیذاره که باش سا بره، گوش بده قشنگ، میبینی خشخش میکنه قشنگ. حالا چوبی که نرمه رو میبینی؟ مثل پفکه. منم آوردمش کنار میکروفون که خوب درکش کنی، ولی میبینی هنوز گنده است. این خودش یه راه تشخیصشه. خب تا اینجا دوتا راه بهتون گفتم، یکی چکش زدن صدای چوب، یکی خاکش، که البته توی خاکش دوتا راه بهتون گفتم که هم فشارش بدین ظاهرشو ببینین، هم فرفری های ریز داره، هم صداشو که بگیرین قشنگ نرمه. اون چوبی که خشک باشه نرم نیست، خاکره است. حالا موضوع بعدی هنگام برشکاریه. ببین این چوب اگه خیس باشه موقع فلکه کاری، موقعی که داری با فلکه برشش میزنی، اصلا با هر ابزاری برشش میزنی، با چوب ساب، با هر چیزی که داری بارشو برمیداری، خلاصه گرد و خاک پخش نمیکنه. چرا؟ چون خیسه، فقط میاد
پوشال تولید میکنه، فریاد خیلی ریزی هم داره. ولی اینی که خشکه، ببین موقعی که به اره نزدیک میشه، به چوبساب نزدیک میشه، گرد و خاک همه جا رو میگیره. خود گرد و خاک یه راهیه که تو میتونی بفهمی چوبت خشکه یا نه هنوز جا داره. حالا موضوع بعدی پوست درخته. یعنی چی؟ یعنی این توی یک سری از چوبها صدق میکنه. خب یعنی مثلا گیلاس با گردو زمین تا آسمون فرق داره، چون گیلاس خود پوسته، پوستش هیچ وقت نمیفته مگه اینکه مغار بنازی و بکنیش، ولی گردو، گردویی که پوست به تنش مونده یا مثل خیلی از جنگلی های دیگه، خب اونی که پوست به تنش مونده یعنی هنوز خشک نشده. گردویی که خشک باشه پوستش به محض اینکه بکشی قلفتی در میاد، یعنی نیازی به مغار نداره. اون گردویی که پوستش مغار خوره یعنی هنوز خشک نشده. حالا تشخیص خشکی یا خیسی با پوست یک مقدار سخته، چون از اون ور باید چوب شناسیت هم قوی باشه که مثلا بدونی این گیلاس اصلا پوستش هیچ وقت نمیفته، مثلا دارم میگم اون فلانی. ولی این روش های خاک ارش خیلی 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 راحته، یعنی مثل آب خوردن میتونی تشخیص بدی که چوبه خشکه یا تره. مته گازور هم میتونی بزنی پوشالشو بگیری، خیلی راحت دیگه، با پوشال خیلی سریع تر بفهمش. خوشحالم که تا اینجای کار نگاه کردی، حتما روشی که بلدی رو با ما به اشتراک بذار. میدونم این تمام اون چیزی که باید نبود، ولی همین 4-5 تا روش رو من دارم استفاده میکنم و کاملا هم متوجه میشم. یعنی این چوبو که گرفتم یه برش زدم با این پوشال مواجه شدم، میگم حداقل 8 ماه دیگه کار داره، یعنی کافیه واسم که در همین حد بدونم. ولی تو هم برام بنویس، از تجربیات هم دیگه استفاده کنیم و لذتشو ببریم.